همه مجاهد خلق نشد. اگر از سر 20,000 شهید و 30,000 که با نه گفتن به کهنه کفنپاره و آری گفتن به مجاهد خلق سر به دار شدن، اگر 6-7 مرداد مجاهدینی که بی سلاح بتونه دست با دست خالی جلو داز توار و سلاح ایستادن، مجاهد خلق نشناختن، ما بیماران اشتر به شما خواهیم شناسان که مجاهد خلق چیست چیست. به همین دلیل نیاز نه به دکتر شما، نه به بیمارستان این شکنجگاه، نه به دارای شما نداریم. من در این روز که اینجا بستری بودم بیماریم بیشتر عود پیدا کرد، چون من جای آرامش میخواستم. بعد از اون من نفر پاراپولوژی ویلچری هستم، امکاناتی وجود نداشت که من کارهای فردی خودم انجام میدم. حتی میخواستیم با امکانات خودمون بچه خودمون کار انجام بدن نمیذاشت. به این بیسود یک بار نتونستم دوش بگیرم و نمیذاشت اونجا برای من از امکانات خودمون با پول خودمون حمام درست کنیم که من میتونم ازش استفاده کنم. این دکتر خالد، عمر خالد تیمی که یک شکنجگری بیش نیست نمیذاشت. همینجور به بردارمون که میمادم ملاقات ما اون میگفتم از بیمارستان بریم، من نمیخوام اینجا بمونم، اینجا شکنجگاه است. مگه میشه 20 روز یک نفر نتونه به دوش بگیره؟ اینا فقط این فشار به ما میوردن، چون فکر میکردم ما ویلچری هستیم میتونم با این فشارها با این وزارت اطلاعات خامنه‌ای به تومه ببرم. کور خونده بودم. در این مدت 20 روزی که من در این شکنجگاه بستری بودم، سیرکی که وزارت اطلاعات خامنه‌ای اینجا ایجاد کرده بود شب و روز ما رو با بلونگاه آسایشون نمیذاشتن، میخواستن به ما فشار بیارن. ما تعداد بیمارایی که اونجا بستری بودیم به دکتر نمیتونم بهش بیرم دکتر، چون دکترها شرف دارن. این بیشرف این موضوع خامنه ای بود که میخواستن ما فشار. داخته بیشه این گفتیم